سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. زیر پوست کردستان عراق و پیرامون تجزیه طلب‌ها در منطقه مدار اتفاقاتی میفته که این اتفاقات به شدت قابل تأمله و باید حساب شده تر مورد بررسی قرار بگیره. احتمالاً در جریان هستین که روزهای گذشته نیروهای مسلح ایران به طور رسمی اعلام کردن که اقداماتی رو میخوان علیه تروریست‌های تجزیه طلب در خاک عراق انجام بدن و به مقاماتی که در اقلیم کردستان عراق هستن هشدار دادن که این اقدامات به زودی انجام خواهد شد. و پس از صحبت‌های این نیروها شب گذشته ما شاهد یک عملیات بسیار سنگین علیه مواضع گروه‌های تروریست تجزیه طلب در شمال کردستان عراق بودیم. کمی درباره این مسئله برای شما توضیح خواهم داد، اما قبلش باید به یک نکته اشاره بکنم. نکته‌ای که می‌خوام بهش اشاره کنم این هست که اخیراً در خبرها به این نکته اشاره شده و ما هم یک ویدیو در خصوصش برای شما ساختیم که سعودی‌ها به فکر این هستن که از ظرفیت رسانه‌ای خودشون برای ساخت یک تلویزیون به جهت اثرگذاری بر مردم آذربایجان و مردم استانهای شمال غربی ایران استفاده بکنن. همزمان با این قضیه یک خبر دیگه منتشر شده. پس تا اینجا که دقت بکنید، یک سرویس اطلاعاتی یک کشور عربی تمرکز کرده بر روی اینکه بر تجزیه طلبهای ایران، بر تجزیه طلبهایی که تحت تاثیر ترکیه هستن اثرگذاری بکنه. در کنار یک خبر دیگه در رسانه منتشر شده. این خبر رو رسانه به نقل از یک کارشناس و تحلیلگر امنیتی کرد منتشر کردند. در این خبر به نقل از پایگاه خبری المعلومه به این اشاره شده که نیروهای اطلاعاتی کشور ترکیه در قالب کسانی که آمدن تا فعالیت اقتصادی بکنن در اربیل عراق حضور پیدا کردن، در سلیمانیه هم اخیراً حضور خودشون رو جدی‌تر کردن و جلساتی با مقامات اقلیم شمال عراق داشتن. دقت کردین چی شد؟ یک کشور عرب زبان تمرکز کرده بر روی تجزیه طلب‌های استان‌هایی که در شمال غرب ایران هستن و متأسس کشور ترکیه دارن فعالیت می‌کنن. یک کشور دیگر به نام ترکیه هم بر روی تجزیه طلب‌های کرد کشورمون تمرکز داشته. حالا اینکه ارتباط اینها با تجار حاضر در اقلیم کردستان عراق قرار هست به کجا منجر بشه نکته خیلی قابل تأملیه، ولی یه اتفاق دیگه داره میفته. این اتفاق رو من دارم به نقل از تحلیلگران امنیتی کرد برای شما میگم، یعنی حرفی نیست که از خودم درآورده باشم. اینها دارن در گزارش خودشون به یک نکته اشاره میکنن، میگن اخیراً ترور چهره‌های سرشناس در اقلیم کردستان زیاد شده و احتمالاً این کاری است که سرویس اطلاعاتی ترکیه داره اون رو انجام میده. من بخشی از خبری که به این ماجرا اشاره کرده رو برای شما میگم. جمعه پیش حزب کارگران کردستان اعلام کرد که یکی از رهبران این حزب در شهر سلیمانی ترور شده و دستگاه اطلاعاتی ترکیه مسئول این ترور است. دو تا نکته رو جا داره اینجا یادآوری بکنم. نکته اول این که وقتی تاکید میکنم بر این که یک کشور عربی رفته داره هماهنگی میکنه با تجزیه طلبهای ترک و وقتی تاکید میکنم بر این که ترکیه نفوذ کرده بین تجزیه طلبهای کرد، معنای دیگه‌اش این هست که یک اتحاد داره شکل میگیره برای فعال کردن همه تجزیه طلبها و این قابل تأمل است. اما این نکته رو دقت بکنید، وقتی تاکید میکنی بر این که ترکیه اومده نفوذ کرده در اقلیم کردستان عراق و خود نیروهای اقلیم کردستان میگن احتمالاً بخشی از ترورهایی که ایران در این منطقه انجام شده ترکیه رب داره، ترجمه ساده ترش میشه این که یک عده در اقلیم کردستان عراق حضور دارن، اسم خودشون رو گذاشتن مقامات اقلیم کردستان عراق یا اسم خودشون رو گذاشتن رهبران گروه های نظامی کرد، دارن از ظرفیت جوانهای کرد استفاده میکنن برای تقابل با ایران. خنده‌دار شد، یعنی ترکیه داره علیه اینا اقدام میکنه. ترکیه به بهانه تقابل با تروریست ها عملیاتی رو انجام داده بدون هماهنگی با حاکمیت عراق و بدون اجازه گرفتن از حاکمیت عراق. از طرف دیگه ترورهایی رو داره اونجا انجام میده، ولی اینها تمرکزشون بر تقابل با ایرانه. خب این خیلی خنده داره دیگه و این خیلی تکان دهنده است. و هر نیروی نظامی که باشه و هر کشوری که باشه به این جمع‌بندی میرسه که باید در قبال یک همچین گروهی که در هر شرایطی به این جمع‌بندی رسن که به ایران حمله کنن، یعنی ترکیه به اینا حمله میکنه، اینا میخوان با ایران تقابل داشته باشن. نیروی نظامیشون رو و رهبرانشون رو ترکیه ترور میکنه، اینا به این جمع‌بندی رسن که با ایران تقابل داشته باشن. خب پس به صورت یه طرفه اینها اینکه ایران دشمن آنهاست رو پذیرفتن دیگه، این نگران کننده است. بر اساس خلاصه چیزی که در رسانه‌ها منتشر شده، ظاهرا نیروهای مسلح ایران و مقامات این کشور به طور رسمی اومدن به تجزیه طلب‌ها یک پیام رو منتقل کردن و اون پیام این بوده که هر نقطه‌ای که شما در اونجا حضور داشته باشین، از نظر ما اونجا خاک دشمن هست و ما وظیفه خودمون می‌دونیم که علیه خاک دشمنی که می‌خواد به ما حمله بکنه و اقدام داشته باشه حرکت نظامی انجام بدیم و یک دفاع پیشدستانه رو در دستور کار داشته باشیم. در عملیات شب گذشته نیروهای مسلح ایران همه مواضع و مراکز فرماندهی و زاغه‌های مهماتی این نیروها رو مورد هدف قرار دادن. نیروهای تروریست
و تجزیه طلبی که موازهشون مورد هدف قرار گرفته یک ویژگی داشتن و اونم این است که خیلی به مرزهای ایران نزدیک شدن. بدیهیه که ایران وظیفه خودش میدونه که قبل از اینکه اینا اقدامات خودشون رو عملی کنن پاسخ قاطع به اینها بده. باز مرور میکنم، ترکیه داره به شما صبح تا شب حمله میکنه، در هر شرایطی شما علیه ایران داری اقدام میکنی، خب بدیهیه است که تو ساخته شدی برای به چالش کشیدن ایران و مردم ایران. اینجا دیگه چاره‌ای وجود نداره برای اینکه نیروهای مسلح بیان وسط میدان باشن و با این قضیه برخورد کنن. در بیانیه‌ای که نیروهای مسلح ایران صادر کرده به دو نکته اشاره کرده که این دو نکته خیلی مهمه. اول اومده تاکید کرده بر اینکه از پهپادهای انتحاری در این عملیات‌ها استفاده شده. دوم اشاره کرده به اینکه از تجهیزات توپخانه هوشمند و نقطه زن استفاده شده. حالا اینکه گفته تجهیزات توپخانه هوشمند دقیق مشخص نیست منظورش چیه، ولی اگر بخوایم حداقلش رو در نظر بگیریم، یعنی بخوایم بگیم حداقل ماجرا این هست که اینا اومدن از گلوله‌های هوشمند استفاده کردن، و اگر بخوایم پایین‌ترین سطح گلوله‌های هوشمند رو در نظر بگیریم، ترجمه دیگه‌اش میشه اینکه اینها اومدن از تجهیزاتی استفاده کردن در این حمله که این تجهیزات بتونه به طور هوشمند آشیانه یابی رو انجام بده. من ساده‌تر می‌کنم ماجرا رو برای شما، یعنی ایران داره یک عملیات در خاک عراق انجام میده، قبلش هم کلی هشدار داده، گفته آقا مثلا فاصله بگیرید از این منطقه، تو این منطقه نباشید، در کنار تجزیه طلب‌های کرد نباشید. با وجود همه اینها باز ایران زمانی که می‌خواد عملیات انجام بده، با وجود اینکه بارها توضیح داده، همچنان در این عملیاتی که می‌خواد انجام بده داره از سلاح‌های هوشمند استفاده می‌کنه و سلاح‌های نقطه زن که احتمال آسیب دیدن افراد غیر نظامی در این حملات رو به شدت پایین بیاره. دیگه شما قبلش هشدار دادی، بعد تذکر دادی، بعد گفتید منطقه رو تخلیه بکنی، بعد گفتی آقا من فلان نقطه رو می‌خوام بزنم، بعد سلاح‌های هوشمندم به کار بردی، بعد از آشیانه یابی هوشمندم استفاده کردی. دیگه در این شرایط اگر غیر نظامی‌هایی باشن که آسیب ببینن، یعنی یا تروریست‌ها و تجزیه طلب‌ها دارن از اینها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنن، یا اینها باید پاسخگو باشن در قبال خون کسانی که در این ماجرا بودن. هرچند ایران تلاش کرده که همچین چیزی نباشه و به دقت برخلاف آمریکایی‌هایی که در کابل عملیات انجام دادن، گفتن داعشی‌ها رو مورد هدف قرار دادیم، بعد مشخص شد یک خانواده را زدند، و برخلاف ترکیه که مدام داره عملیات‌های در اقلیم کردستان انجام میده بدون اینکه مواردی از این دست رو در نظر داشته باشه، ایران هوشمندانه داره عمل می‌کنه برای اینکه کسانی که آن سوی مرزها هستن و مورد هدف قرار می‌گیرن صرفاً تروریست‌هایی باشن که در این منطقه حضور پیدا کردن و این منطقه رو برای ناامنسازی ایران در نظر گرفتن. من این بخش از ویدیو رو برای شما جمع‌بندی می‌کنم. ایران بارها هشدارهایی داده، این آغاز ماجرا هست، ایران ولکن ماجرای تجزیه طلب‌ها نیست. تجزیه طلبی که آن سوی مرز نشسته، سلاح به دست گرفته، هر موقع وقتش آزاد میشه، در شبکه اجتماعی داره تلاش می‌کنه برای اینکه اذهان مردم مرزهای غربی ایران رو برای تجزیه آماده بکنه و آنها رو تجزیه پذیر بکنه. این تجزیه طلب باید زمانی که به مرزهای ایران نزدیک شده منکوب بشه. شرایطی به وجود بیاد که فکر تقابل با ایران و فکر نزدیک شدن به مرزهای ایران رو برای همیشه از خودش دور بکنه. اگر اجازه بدید من این ویدیو رو همینجا متوقف می‌کنم. دو سه تا نکته رو می‌خوام یادآوری بکنم. نکته اول این هست که یک خبر امروز در رسانه منتشر شده. در این خبر به این اشاره کردن که اگر روندی که الان ایران و مردم ایران و نیروهای فعال در حوزه مقابل با کرونا دارن انجام میدن با موفقیت پیش بره، و این طرحی که اینها در دستور کار قرار دادن برای انجام واکسیناسیون، اگر همه اینها با موفقیت پیش بره، ایران میتواند برای مسابقه فوتبال ایران و کره شمالی چیزی در حدود 10 الی 15 نفر رو در ورزشگاه داشته باشد. یعنی ما در اون مسابقه اگر درست پیش بریم میتونیم باز شدن ورزشگاه رو داشته باشیم، یعنی چیزی حدود 15 تا 30 درصد جمعیت بیان در ورزشگاه حضور پیدا بکنن. این خبری است که در رسانه منتشر شده. من امیدوارم روند مدیریت بحران کرونا به سمتی پیش بره که این اما و اگرها یک واقعیت تبدیل بشه، محقق بشه، و ما به زودی شاهد این باشیم که کشور ما به شرایط عادی خودش در بحث مبارزه با بحران کرونا برگرده. اما یک آمار به شما ارائه بدم در خصوص وضعیت واکسیناسیون در ایران و در جهان. کشوری که بیشترین واکسن رو مردمش دریافت کردن کشور چین هست. چیزی حدود 2,180,000,000 دوز واکسن در کشور چین دریافت شده. در هند 804,000,000 دوز هست. در آمریکا که کشور سوم هست 385,000,000 دوز توسط مردم دریافت شده. 15 کشور اولی که بررسی می‌کنید، کشور 15ام اسپانیا هست. چیزی حدود بالای 60,000,000 دوز واکسن رو مردم دریافت کردن. ایران از جمله کشورهایی است که با توجه به تلاش‌هایی هم که اخیراً صورت گرفته، رکورد 44,000,000 دوز دریافت واکسن کرونا رو، یعنی چیزی حدود 52% جمعیت جامعه هدف رو موفق شده محقق بکنه. خبر مهم دیگه‌ای که من شنیدم و خیلی خوشحال کننده بود این بود که 7 قلم از داروهای طب سنتی مربوط به دریافت کرونا مجوز گرفته. من متن خبر رو خوندم، به اسم اینها اشاره نشده بود، صرفاً اشاره شده به این که 17 قلم از این داروها قرار بوده مجوز بگیره که 7 قلمش مجوز گرفته. امیدوارم اسم اینها رو هم رسانه‌ای بکنن، چون وقتی میگن که مجوز گرفتن یعنی اینکه امتحانشون خوب هستن دیگه، تا مردم بتونن از اینها استفاده بکنن، مردم هم بیان مشتری اینها بشن و آن کسانی که به
طب سنتی اعتقاد بیشتری دارند بدونن که از اینها میتونن استفاده بکنن و اینها مورد تایید قرار داره. یک متن رو هم میخوام انتهای این گزارش برای شما بخونم. یکی از عزیزان جان ما از سیستان و بلوچستان به ما پیام دادن، نوشتن که سلام هتلگر، اگر میشه در برنامه‌هاتون یک یادی از نیروهای بسیج طرح امنیت که در سیستان و بلوچستان بدون ادعا و کمترین حقوق با ذوق و شوق به کشورشون خدمت میکنن و به واسطه این عزیزان هست که در بلوچستان که در دهه 80 با ناامنی‌های روبرو بود، الان این را به جرات میتونم بگم که از تهران هم امنیتش بیشتر هست، تشکر بکنید. با سپاس فراوان من تشکر میکنم از آقای صابر که این پیام رو برای ما فرستادن. آقا دمتون گرم، پرچمتون بالاست. بچه‌ها که دارن اونجا زحمت میکشن، رفقایی که وسط این میدان هستن و این امنیت رو تامین کردن، حرفشون داره درست میگه. من از بعضی های دیگر هم شنیدم که با توجه به لطفی که رفقا داشتن و تلاشی که صورت گرفته، الان امنیت برخی نقاط با امنیت پایتخت قابل مقایسه است. یعنی کاری که این رفقا کردن کار انصافا بزرگی بوده، از جانشون گذشتن، هزینه سنگینی رو متقبل شدن برای اینکه بتونن این امنیت رو پایدار بکنن. الهی که امنیت پایدار سهم همه مردم دنیا باشه، نه فقط مردم ایران، سهم همه مردم دنیا باشه. و خدا قوت باز میگم به همه کسانی که خودشان و خانواده هایشان برای تامین این امنیت در ایران دارن تلاش میکنن. من این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم. اگر نکته داشتین برای ما بفرستین. وقتتون بخیر.